سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خوشنظر هستم و اینجا برنامه چالش یک ساعت است. با این برنامه چالش یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که من لایو رو بیارم از اینجا چک بکنم. قرار بود که راجع به لایو این هفته، موضوع لایو این هفته داخل لایو صحبت بکنیم که این کارم خواهیم کرد. بریم اول ما یه دونه بریم بیایم بعد. خب راجع به موضوع لایو این هفته ما چیز بودیم، من این برم توی پیج ببینم که لایو چجوریه. خب صدا اوکی به نظر که بد نیست. آها اینجا هم باز بذارم اگه صحبتی چیزی بود جواب بدم. سر کم کنم. خیلی خوب. آره ایده این هفتمون مربوط میشه به یه خورده سمندر گیمر. چون دیدم سمندر گیمر خیلی بازخورد خوبی داشت، اومدیم که یعنی راجع به این فکر کردم که شاید بتونیم یه شخصیت خانم ازش در بیاریم، حالا بتونه خواهرش باشه، دوستش باشه، به نام لکسی. و این است لکسی در حال بازی با PSP و روی یه فرش ایوانی هم نشسته با حالا بالش های اطرافش. این داستان ها من الان اومدم یه خورده در مصرف وقت صرفه‌جویی کنم، مثلا اومدم که در واقع این مدلش رو حالا سمندر رو که تا یه جایش آماده داشتیم، من اومدم که این کام صدام خیلی زیاده. خب صدا رو کم میکنم. 1 2 3 خب الان فکر کنم بهتر شد. اومدم که در واقع یه جایی از مدل بالاخره پیش بردم و حالا با مدل استخون بندی شده در تصویر میبینید. ما بعد اینو به این حالت در بیاریم نشسته و داخل نرم افزار ماربلیوس ببریم، اینو یک هودی بپوشونیم که البته تا حالا من هودی درست نکردم داخل ماربلیوس دیزاینر. بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. سنم سلام کرد. سلام، بذار وارد ماربلیوس هم بشیم اگه گیر نده. یه دونه تست کردم امروز، اومده بود وارد شده بود، بعد یه ارور داد قشنگ اومد خارج شد، بعدش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. نمیدونم بعد از 2 ثانیه بعد نرم افزار اومد بالا. نمیدونم واقعا از عجایب خلاصه نرم افزار. خب بابا من اینا که چیز کرده بودم چرا بالا نمیاد؟ نگو که بدون ماربلیوس دیزاینر با باید هودی تنش کنیم. نه نیستم. خب بذار بریم یه دونه یه ویدیو ببینیم و بیایم حالا تا ببینیم میاد بالا یا نه. مثل این که حالا فعلا قصد بالا آمدن نداره. ما فعلا بریم حالا اینو توی خود سینما 4D به اون پوزی که میخواییم در بیاریم. اینو بذارم بالای اکسم، بالای تصویرم، یعنی بریم که چه اتفاقی میفته. تصویر رو کپی میکنم میگذارم داخل این. نمیدونم چه چیزی حجم زیادی گرفته که اینقدر طول میکشه همه چی، ولی بذارید ببینم. این اکسو بندازیم این تو داشته باشیم. خیلی خوب. یک مسئله دیگه هم اینه که موها رو بهتره که نبریم اونور،
چون که زیاد حالا با لباس خیلی در واقع چیزی ندارن، خیلی برخوردی ندارن و اصلا الکی اونجا باشه. فضای مارویلس دیزاینر رو یه نشون بدم بهتون، ببینید چی جوریه. خیلی جالبه. معمولا افرادی که به خیاطی علاقه دارن یا کار میکنن از این نواسا خوششون میاد. نواسا باحالیه واقعا، فقط یه خورده فرق بکنه فضاش با نواساهای دیگه. لطا این بیاد بالا، این همه توضیح دادم بیاد بالا نمید. اوکی، بذار واسه ما شروع بکنیم. اینا موها رو حالا فعلا دیتچ بکنیم از این مجموعه که بعد دوباره وصلش کنیم. فعلا موها رو برمیداریم. خب الحمدلله، صلواتو سلام. این اومد بالا. فقط در این حد نشونتون بدم که مثلا میشه کلن یک لباس رو اینجا دیزاین کرد و بعد سیمولیتش کرد. مثلا اسپیس رو بزنم، این به حالت سیمولیت در میاد و خیلی حالت جالبی داره دیگه. مثلا ریل تایم میشه لباس رو چیز کرد. مثلا یه مدل نیازه، اینجا همینطوری هم نیست. اوکی، من اینو نمیبندم چون هیچ در واقع اعتباری نیست که دوباره بیاد بالا. زیر میذارم تا اینکه ما مدلمون برسیم. خیلی خوب، ما پس گفتیم مو رو فعلا حذف میکنیم و این بالا هم همینطور. فقط یه سوال، چشم ها هم آره وزن دارن. اوکی، اجازه بدید که ما از دست ها شروع کنیم. پی اس پی هم بیارم. آها، یک نکته خیلی ضروری این که اول از این که باید، یعنی قبل از این که وارد نواسر مارویلیوس دیزاینرش بکنیم، این رو ما باید در واقع یه تیپوز ازش داشته باشیم که لباس که به صورت طوری راست و در واقع حالات اولیش که تنش کردیم و بعد این آروم آروم تبدیل بشه به حالتی که میخوایم، چون یه خورده زمان بره این که سیمولیت بکنه، برای همین بعد یه خورده زمان بهش بدیم که بتونه محاسبه کنه. پس برای مثلا چند فریم برای همین حالت بمونه. خب سلکت چین چیلدرن رو بزنم، همش رو سلکت کنم، این تیپوزه رو بیارم جلوتر تا این فریم. اوکی، این میمونه دیگه تا 90 دیگه برسیم چیزی که میخوایم. خیلی خب، من اینو فعال میکنم که اینجا برای ما کلید بسازه. یکی دست، حالا خوبه بنده خدا نامگذاری کرده تک تک، نمیدونم آرم لفت، نمیدونم، بازم من باید تک تک اینا رو. باز بود و بعد اینجا بسته شد، برگشت این دستم همینطور. خورو بازش میکنیم و حالا پی اس پی هم به نظر من لود بکنیم تا اینجاش ببینیم که چی رو تو دستش قرار میگیره. حالا این از این فعلا بریم برسیم به اسپاین، به ستون فقرات، به خمتر، یالت لمداده. آها، من یک کار دیگه هم کردم
که خدا رو شکر که این کار انجام دادم این بود که قشنگ اومدم دیگه تک تک این آهنگای یوتیوب رو دانلود کردم که دیگه لایف پخش نکنه دیگه، چه کاری ها مثلا لایف پخش بکنه بعد دوباره این ور بره توی لایف، یعنی هم دانلود بشه بعد دوباره آپلود بشه، مثلا چه کاریه. گفتم که این حرکت رو بزنم شاید یه خورده هم کانکشن بهتر بشه هم صدای من بهتر بیاد. به هر حال ببینیم که چی میشه. یه خورده سرشو کچ کردم، فقط موها رو من دوباره باید مثلا که تنظیم کنم روش، خورده اشتباه کردم ولی اشکال نداره. ما بذار برسیم به این پوزی که باید، خورده این طوریه و خورده ترس دارم مثلا که ممکنه این خورده به هم بریزه این مدل، چون که من زیاد روی این اسکین و ایناش کار نکردم. خب دستو باید بره بالا، دستو بره بالا. یه چالشی که هست اینه که موقعی که حالا من کار میکنم یا حالا بچه ها کار میکنن که ازشون هم پرسیدم، سجادم بود تو لایو قبلتر و کامران حتی، کلا اینطوریم که موقع کار معمولا اینطوری فوکس شدیم روی قشنگ تصویر و اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، هی اصلا اینطوری آدم دیسترکت میشه. ولی خب من مجبورم میخورده برای این که سکوتو پر بکنم صحبت بکنم. پاها میره بالا، فاین میاد پایین، یه خورده حسه به هم ریختگی داره استفانه که الان اونو درست میکنیم، مشکلی نداره. فکر کنم پاها رو باید یه خورده به ترتیب بیارم چون پاها میرن تو هم، ممکنه که خورده مشکل ساز بشه. این پا پایین بود، اوکی. من اونجا لباس رو بعد خورده درست کنم، فرم خوبی نداره. شاید بهتر می بود یه کفش چیزی میذاشتم تو پاش. خب بذاریم ببینیم که چقدر روی زمینیم، زیاد روی زمین نیستیم. یه خورده برم برم بالاتر، توی فرم پا قشنگ تر در میاد، خورده روی نوکش میشه. یه خورده از اون برم باید پا بیاد بیرون، رفتم تو دست. کسی سوالی چیزی نداشت؟ نه. اوکی،
خیلی خوب فکر میکنیم تا یه جای خوبی رفت. این چیه؟ این جدیده. این چیه اینجا؟ اوکی بذار ببینیم که مشکل کجاست. ها این فکر کنم زیادی پیچیده. عجیب، واقعا عجیبه. چجوری میشه همچون چیزی هستم؟ زیاد خرمش کردم یعنی؟ نه این طبیعی نیست دیگه. مجبوریم بریم توی وزنش. نمیخواستم وارد این مبحث کثیف بشم ولی خب دیگه مجبوریم که وزن خود چیز هم یه کنترلی بکنیم. خب این رو اوکی شد. برم خوره بیشتر تا این ور تو دوربین معلوم. نه دیگه میشه دیگه، دیگه اونقدر هم دیگه چیز نیست. اوکی ای بابا چه. آره دیگه اسم کنم زیادی رفته تو. حالا اشکال نداره در میام از این داستان. این خورده بریم عقبتر داستان پا رو. امیدوارم که کلید ما فعال بود. فکر می کنم این قابلیت اینو داشته باشه که آره ببینید توی دو تا کی فریم میاد به این تبدیل میشه که وقتی که لباس میاد روی تنش قشنگ این چین و چروکاش خوب در میاد. که امیدوارم که حالا یه خوب باشه. نه این پا اصلا خوب نشده. عجیبه. فکر کنم باید برم عقبتر اینو برم جلوتر بیشتر رو بازش کنم. خیلی خب باز خیلی بهتر شد. آره این هم میخورده خراب شده زیادی جمع کرد. پاشو. اوکی اون یکی پا خیلی خب تقریبا هم چیزی هست که میخواستیم تو این زاویه. مثلا دوربین الان فعلا غیر فعال میکنیم. اجازه بدید که دست بیاریم بالا باز هم بالاتر. اوکی شاید بعضی چیزا نیاز نباشه که باشه. باید فکر کنم راجبش. مثلا این خب اینو یه دور سیف میگیرم. ما چیزی وارد کنیم یه دونه مدل پی اس پی داشتیم. اوکی اینو وارد بشم بیارم پی اس پی.
نمی کنم این هم یک ساعت تمام بشه. خب دیگه الان کاری که شده متریال هم بذار بدم که چکار کنم. حالا فعلا یه دونه متریال هم تو خشک خالی میدم فعلا کارمون را بیفته. چی شد نزدم؟ آه وسطه؟ خیلی وسط به نظر نمیرسه. اوه همه ایناش هست توش. اوکی فیلم اون کار ندارم. کدوم بری؟ آه همین فر بزرگش نیست. یه خورده همون مشخص هم بشه. یه خورده شد بزرگ. هم اندازه خوب بود. دستش بزرگ. اها خب اینو بگیره تو دستش. دستش دیدی چی شد؟ فعال نکرده بودم و همینه رو باید دوباره از اول جاهاشو مشخص کنم. مشکل نداره. خب دوستان اگه سوالی چیزی دارین حتما بپرسین. کامنت رو من میبینم. که انگشته رو باید دیگه دقیق در بیاریم دیگه چون قرار رو ببریم اونور دیگه بهتره که اینجا پوز قشنگ مشخص بشه. خب من اینا رو همه رو انتخاب کنم. نه متاسفانه همچین آپشنی وجود نداره مگر این که نه تکنیکی که میخوام بزنم و نمیشه زد اینجا میشدم. میشه من هنوز بلد نیستم. طرز صحیح گرفتن پی اس پی چیه بچه؟ انگوش به چرخه پیس بکنم. این انگوشتم باید بیاد اینجا. نزیم okay.
کنم اونگش خورده داره بد میشه. آیدیم فکر کرد برم اینه یه خود باید شکلش کنم. اوکی خیلی خوب، این هم از این. خب ما پوز رو در آوردیم، سیو رو بگیریم. این احتمالا من باید احتمالا که قطعا باید خروجی بگیرم ببرم داخل مارویلیوس دیزاینر، کانسپت رو یه بار دیگه ببینیم بزرگ که چجوری بود. خب این آیتما رو ما رو داریم، فقط این که یه هودی باید تنش بشه به نظرم. اوکی بذاریم که یه وله ببینیم، دوباره برگردیم ببینیم که دومه دسته کیه. برو بریم رفتیم و برگشتیم، دارم خروجی میگیرم اینو. اول که یه دور سیوش بکنم به نام لکسی تی ام، حالا مثلا برای مارویلیس. یه سیو دیگه هم میگیرم چون قراره یه سریشو پاک کنم. سیو از میگیرم به نام مین، حالا قرار هم کار اینجا انجام بشه. ولی اینو قراره یه خورده ادیت بکنیم که اینو بذارم یه جایی که اینجا خوب. نه اینجا خوب نیست، اینجا بذارم. اوکی بذارم یه سریال اینا رو ما پاک بکنیم. پی اس پی که اونور داریم پس پاک میشه، پاک میشه، پاک کنیم. این چی بود؟ مو بود. اونور داریم پاک میکنم، پاک میکنم. این هم هیچی، این چیه؟ چشمه؟ چشمه میتونه نباشه، سنگین میشه الکی اونور. آره چشمم نباشه، نباشه. خود شیپ اصلی باشه، این دوتا هم نباشه. خیلی خوب، این از این این شکلی میشه و میمونه. بهتره که من الان یه خورده اینا ادامه بدم مثلا تا 180 فریم و یه دونم کی فریم اینجا بزنم که اگه حالا طولانی نشد اینجا طولانی میشه. و خدمت شما عرضم که اجازه بدین که ما پاها رو یه دونه رو یه کاری کنیم که دیرتر بیاد بالا، چون که اینا میرن تو هم. البته مشکل برای لباس به وجود نمیاد، اما اجازه بدید که ما به روش بهتری این انجام بدیم. خب پا رو گم کردم، پا کجا بود؟ آها
این پای خورده دیرتر بیاد پس. اوکی این شما لطف کنی خورده دیرتر بیا، از اینجا دیرتر بیا. اوکی پس شد به این شکل. خیلی خوب، این از این خوب بنچ کردم، یه سیف میگیریم به صورت FBX فکر بکنم بود، امیدوارم که جواب بگیره. لکسی فلان. اوکی بریم ببینیم که چجوری میشه. اوکی لکسی اینه انیمیشن کامرا نه کش اینا رو که نداریم. اوکی بیار ببینم چجوریه. یا اول فاس این چیه دیگه، این چه وجودیه؟ خب اجازه بده که ما بریم توی انیمیشنش. خدای من یه بار دیگه، جان من یه بار دیگه پلی شد. گوتو استارت. نمیفهم این چه اتفاقی براش افتاده ولی اوکی ما اینو پس به صورت المبیک فکر میکنم باید بیاریم که از این اتفاقات، از این اتفاقات وحشتناک نیفته، اصلا پای این همین مدل استفاده کنیم برای خود کار. خیلی خیلی خدافز، ما بریم به روش دیگه رو بیاریم. به روش المبیک استارت فریم صفر و تا 180 هم ادامه خواهد داشت. فکر کنم لگسی باید بذارم، بذارم حالا ببینیم چی میشه دیگه. اوکی المبیک، المبیک معمولا یه خورده حجمش زیاده فایلای المبیک. ببینیم که چقدر در اومد. نه خیلی هم نشد، دمت گرم بابا، مرسی دامت کم. بیار ببینیم چی جوریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب تازه بدید که ما انیمیشنش هم ببینیم. خیلی سریع پلی شد انگار، سرش کچ کرد انگار. یه اول گرمش رو ببینیم. اوکی ما اینجا یه دونه انیمیشن بار داشتیم از آخرین در واقع مارولیوس دیزاینری که من یادمه. چه پنجرهشو چی رو بتونم فعال کنم؟ انیمیشن نه 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 دیسپلی. آها خیلی خوب، ویندو. عجیبه اینجا یه سری باید اونو خیلی هم فکر میکنم مهم بشه، ولش کن بدونم میرم جلو. من یه دونه پیرهن میذارم این تو ببینیم که اوه خیلی بزرگه. اونو نمیشه همه رو خورو کوچیک کرد. اوکی بذار که اینو ما برداریم یه بار دیگه الگو بذاریم و یه خورده سایزش رو کوچیک کنیم فقط. همه رو نمیشه انتخاب کرد مگه؟ مسخره بازی. سلکت مش. آره
اینجا گزینه چون کوچیک و ریزن. خیلی ریزن، اصلا قانع کننده نیست این حجم از ریز بودن داده ها. من فکر بکنم که ما یه دونه چیز هم داره، حالا مهم نیست این دیگه، خیلی مهم نیست. این یه حالا ماکتیه که ما قراره که بر اساس این یه هودی بسازم. خب بذار بریم سر وقت لکسی، حالا فعلا به درد ما نمیخوره، بره سوی خودش. بعد اینکه ما دوخت دوز دیگه شروع کنیم. اینا مدلمون، یه لحظه نگاه بندازیم. آها این شکلی میاد، اون برمیگرده. خیلی خوب، تو ما هودیمون میتونه خیلی هم حالا وابسته بود نباشه. حالا کسی نمیاد دیگه سانتی متر بندازه که آقا اینجا چرا کجه فلانه. البته اصلا کار چیزی نیست، تو پیشنهاد نمیکنم که همچی کاری انجام بدید. ولی خب یه هودی گله گشاد میخوام، یه حالت سیمتری هم فکر میکنم باید میداشت همچین جایی. ولی بذاری فعلا حالا ببینیم چیکار میکنیم. حالت سیمتری گونه قطعا باید میداشت، چون سنگینه لازم یه چیزی ببندم. آره میبندم، این بروزه رو میبندم. من شما عرض کنم که برام ببندم برو. اوکی، امیدوارم که الان خود سریع تر شده بشه. چیزی بدید که ما یک خورده اینو کنترل کنیم. چوری میشکست. آها خیلی خوب. و الان شکنده بود که همینا خیلی وقته میگم کار نکردم با این، این شکلیه. با آلت میشکنه الحمدلله. خیلی خوب، این هم از این بدیم وسط. حس بکنم اینجا یه خورده پالیگان کمه. یه حالت چاقو داشت که خورده سگمنت ایجاد میکرد. آره اینه، مطمئن نیستم دیگه. حالا نمیگه یکی که با یه دور قبل از اینکه بیای نگاه بکن. خب چیکار نداره، یه ابزار نایف داشتیم ما، اصفه رو پیدا نمی کنیم. از بس هم ریزه این آیکوناش. اوکی بذار الان فعلا با این بریم. خب یه داره کپی میگیریم از این. اینو میبریم پشتش بچرخان پشت. شما هم اونجا فکر میکنم که یه خورده اینجا باید بلندتر بشه که این کارم میکنیم، بلندترش بکنیم. ادیت مش. خب دیگه داره دستم راه میفته کم کم دوباره. این پشتش هم بذار باشه، اشکال نداره. به اضافه اینها خورده برم بالاتر. بودی قشنگ
توپول میخوام. بودی شیطون بله بقوله. نره یه خورده ما گلو گشتر بگیریم. خیلی خوب، ما کلا هم بعد اضافه کنیم بهش. این هم کلا. فقط نه الان من اینو گذاشتم، بعد محاسبه کنیم که اون ورشم بیفته چجوری میشه. خب پس بذاریم که ما یه همچین چیزی درست کنیم. اوکی، این هستم که مثلا این بچسبه به اون ورش اگه اشتباه نکنم. خیاطی هم کار سختی ها بچه. خب اینا باید بشکنیم. آها خیلی خوب، فکر کنم دیگه تا یه حد زیادی گرفتم چی شد کلاش. اه نه، این یه خورده کلیدای نویگیشنش عجب غریبه، برای همین من اشتباه میکنم. خیلی کلاهش بزرگ شد. خوبی نه، اصلا اینه که حداقل میشه دید که چه اتفاقی داره میفته. من حس میکنم که لایو هم کم کم داره تموم میشه. البته فکر میکنم ما یه 12 دقیقه یه همچین حدودی داریم. خب اینو یه خورده کوچیک‌تر بگیرم، خیلی بزرگ. خیلی کار سختی بابا خیاطی. چجوری این کار انجام؟ اینجا باید یه دونه فیلیپ داشته بشه. آها خیلی خوب، اینم از فیلیپمون. فیلیپمون فقط چرا اینوری شد؟ فرمولا درسته. اوکی امیدوارم که دیگه کم کم رسیده باشیم به لحظه جادویی که من اینا رو به هم وصل کنم. خیلی خوب، آره این کار انجام بدیم. بعد شاید لایو تمام کردم اینو. این نه، آه یه گزینه هست به نام سو که میدوزه. در واقع مشخص میکنی که کدوم پارت رو باید به کدوم پارت بدوزی، که اگه من این گزینه رو پیدا کنم بهتون نشون میدم چجوری میشه. آها این و این، نه اشتباه بود، این و اون. خب میبینی که برعکسه، پس بعد بزنیم این اینور با اون اینور. درسته، این اینور با اون اینور درست است، این هم درسته. خیلی خوب دیگه سگمنت چی باید دوخته بشه؟ این اینور بعد با اون اونور و این و اون. اشتباه زدم، این و اون درسته. خیلی خوب اینم درسته، این و این درسته و این و اون، این هم درسته. خب حس میکنم این خورده تنگ میشه، بعد ادیت میکنیم دوباره، اشکال نداره. بله شهابو داریم تو لایف، ممنون از اینکه یادآوری کردید. شهاب خیلی خوشش اومده بود مثل که از لایوی که گذاشته بودم و گفت که ادامه بده. چکرم. ما کلاهو باید اینوری بذاریم،
و اونوری بذاریم، نه اشتباه شد، اینور بذاریم اینور اگه اشتباه نکنم، درسته؟ چه برعکس شد، اشکال نداره، اینا میذاریم اونور. اوکی، به نظر که درست میاد. اینور بخوره به اونور، درسته؟ اینم به اون. اوکی، ببینیم که چجوری داریم حس کنم، میخوره سگمنت ها پایینن. پلی کنیم ببینیم چی میشه. یا اول فصل اون کجا اومد؟ اونو پاک نکرده بودم. اینکه یکم پاک کنم، برگردیم به استارتش. اوکی، دیگه به شما نیازی نداریم. خیلی تنگ شد و سگمنتش هم خیلی کمه، میگم به خاطر اینکه کوچیکه، به همین خاطر احتمالا. آره آره، یه دونه جیب هم احتمالا بذارم اینجا، قشنگ میشه. خب بذارید که ما برگردیم به چی بتونم اینو پاز بکنم. کنترل زد باید بزنم. اوکی، امیدوارم که چیزی خراب نکرده باشم. این احتمالاً به خاطر پایین بودن رزولوشنه که این همچه اتفاق برش افتاده، ولی قطعا باید یک گزینه وجود داشته باشه اینجا که من بتونم این در واقع پارتیکل دیستنس قرار رزولوشنش رو ببرم بالا. آره این رو باید کشف کنم. خب یه ویدیو دیگه ببینید و برو برمیگردیم، خداحافظی کنیم، پارت اول به پایان برسه. دیدی که چه اتفاقی افتاد؟ حالا من باید یه خورده بیشتر این کار بکنم، قطعا نتیجه خیلی بهتره از این قرار بگیریم و آره بریم ببینیم و بیایم و بعد خداحافظی کنیم. بله میتونید خریداری کنید کالکشن آریاس رو، آریاس پارت یک رو از داخل فاندیشن، لینکش هست توی اینستاگرامم و امیدوارم که لایو خوبی بوده باشه. ادامهش هم قطعا تمام میکنم و میذارم داخل یوتیوب و همین که لایک و سابسکرایب بهتون نره، این ویدیوهای منو حمایت کنید، پیج منو حمایت کنید داخل اینستاگرام و شما رو به خدای منان می‌سپارم. فعلا خدا نگهدار.